گلکسی S22 و S22 پلاس تغییرات کوچیک اما بنیادی نسبت به نسل قبلی دارن. الان دیگه S22 و نسخه پلاسش رو میشه یکی از کامل‌ترین گوشی‌های پرچم‌دار اندرویدی به حساب برد. برخلاف S22 اولترا که از نظر طراحی به نظرم یه جراحی پلاستیک خفن داشته، طراحی S22 و نسخه پلاسش اونقدر نسبت به نسل قبلی تفاوت نداره. با بررسی S22 پلاس همراه زومید باشید. با طراحی S22 پلاس شروع میکنیم. دوباره همون برآمدگی یک پارچه با فریم رو داریم میبینیم که به نظر من ظاهر فوق‌العاده جذابی هم داره. البته الان فریم یه مقداری اینجوری پختر شده، یعنی وقتی گوشی رو دستتون میگیرید حس حال بهتر و مدرن‌تری رو بهتون منتقل میکنه. یه جورایی خوش دستیش مثل آیفون شده. به نظرم گوشی خیلی خوش دست و سبکیه. دیگه از پلاستیک هم خبری نیست و سامسونگ امسال هر دو تا مدل S22 و پلاسش رو با بدنه شیشه‌ای وارد بازار کرده. هر دو تا گوشی سایز صفحه نمایششون 0.1 اینچ کوچیک‌تر از نسل قبلی شده. الان نسخه استاندارد 6.1 اینچ و نسخه پلاس 6.6 اینچ. و به نظرم مثل S22 اولترا اون حس رو ندارید که وقتی دستتون میگیرید گوشی از دستتون بخواد سر بخوره و بیفته. سامسونگ قراره S22 و نسخه پلاس رو با رنگ‌های مات سفید، سبز، مشکی و صورتی، یعنی دقیقاً همین نسخه‌ای که در اختیار ما هست، وارد بازار بکنه. در مجموع S22 به نظر ما طراحی محافظه‌کارانه و بسیار جذابی داره. حتی از اون نمایشگر خمیده و پرزرق و برق S22 اولترا هم خبری نیست و صفحه نمایش تختی رو داریم. صفحه نمایش S22 مثل قبل OLED و فول اچ دی، رنگ‌های دقیق و چشم نوازی داره و محتوای HDR رو هم پشتیبانی می‌کنه. سامسونگ میگه روشنایی S22 تفاوتی با نسل قبلی نداره، اما نسخه پلاس، یعنی دقیقاً همین نسخه، 35% روشنایی صفحه نمایشش بیشتر شده. ما روشنایی صفحه نمایش S22 پلاس رو 1720 نیت اندازه گرفتیم. یعنی فرقی نمیکنه زیر نور آفتاب باشین یا توی خونه، صفحه نمایش همیشه خاناست، دقیقا مثل همون S22 اولترا. بیشترین نرخ نوسازی صفحه نمایش 120 هرتز و میتونه بر اساس کاربری شما نرخ نوسازی رو حالا بین 48 تا 120 هرتز تغییر بده. S22 با وان یو آی 4.1 و اندروید 12 به دست کاربرها میرسه. رابط کاربری خیلی روون و یوزر فرندلی داره. از طرفی دیگه سامسونگ گفته برای خانواده S22 4 سال آپدیت نرم افزاری میده، یعنی احتمالاً اگر مشکل خاصی براش پیش نیاد اندروید 16 رو هم روی S22 میبینیم، که خب خیلی عالیه. این که یه گوشی رو داری میگیری و تا 4 سال آینده آخرین نسخه اندروید داری. S22 پلاس توی دو تا نسخه پردازنده حالا وارد بازارهای مختلف میشه. یک سری از بازارها پردازنده اگزینوس 2200 رو داره و یک سری از در واقع بازارهای دیگه هم که اسنپ دراگون 8 نسل 1ه. اگه خاطرتون باشه خب پرچم‌دارای سامسونگ با اگزینوس وارد بازار میشدن، اما یه شایعاتی شنیده شده که ما در واقع S22 ها رو با هر دو تا طراحی، یعنی هم اسنپ دراگون 8 نسل 1 و هم اگزینوس 2200 داشته باشیم. نسخه که در اختیار ما بود و در واقع تست ها هم روش انجام دادیم، اینم تو سبز انجام دادم، ای والا، در واقع اسنپ دراگون 8 نسل 1ه. من تا دارم از این سبقت میگیرم بهتون بگم که پردازشگر در واقع اسنپ دراگون، طراحی اسنپ دراگون 8 نسل 1 جا موندم، مثل اینکه نمیتونم بیام. حالا در واقع طراحی اسنپ دراگون 8 نسل 1 عملکردش توی سی پی یو مثل نسل قبل کار میکنه، شاید 10% بهتر شده. و بعد بهتون میگم که اختلاف زیادی نسبت به طراحی اپل داره، یعنی حدوداً 40% عملکرد پایین‌تر نسبت به طراحی A15 اپل داره. بعد در مورد یه نکته دیگه هم می‌خواستم باهاتون صحبت بکنم، این که توی پردازش‌های گرافیکی طرح اسنپ دراگون 8 نسل 1 پا به پای A15 اپل عمل می‌کنه، یا شاید هم حتی یه جایی ازش جلوتر هم بزنه. حالا برای اینکه بریم توی تستای ما در واقع چه عمل کردی داشته، بعد بریم نظر مهرداد رو بپرسیم. متاسفانه تو چند سال اخیر پردازنده‌هایی که سامسونگ داره تولید می‌کنه مشکل داغ شدن و افت عملکرد دارن. ما امیدوار بودیم که حداقل با لیتوگرافی 4 نانومتری این وضعیت یه خورده بهتر بشه، ولی در عمل اینجوری نبود. اسنپ دراگون 8 نسل 1 تو تست‌های ما فقط 1-2 دقیقه بهترین عملکردش رو نشون میده و بعدش حدود 50% افت عملکرد داره. بریم سراغ باتری. هم S22 و هم S22 پلاس باتری کوچیکتری نسبت به نسل قبلی دارن. 3700 و 4500 میلی آمپر ساعت.
هیچ کدوم هم از دوتا گوشی شارژر ندارن تو جعبشون. اما حالا S22 پلاس مثل اولترا از شارژر 45 واتی پشتیبانی میکنه. توی تستای ما S22 پلاس تونست با روشنایی 200 نیت و نرخ نوسازی تطبیقی 120 هرتز تا 11 ساعت دووم بیاره. شارژدهی S22 پلاس خیلی شبیه S22 اولتراه. هیچ کدوم عالی نیستن اما میشه با استفاده سنگین تا یه روز ازشون استفاده کرد. همونطور که اول ویدیو گفتیم ماژول دوربین از نظر شکل و طراحی خب تفاوت زیادی نسبت به نسل قبلی نداره، اما توی بخش مشخصات فنی جهش روبه جلوی بزرگی داشته. S22 پلاس برای عکاسی به 3 دوربین واید، اولترا واید و تلفوتو مجهزه. دوربین واید یا همون دوربین اصلی از حسگر 50 مگاپیکسلی برای ثبت عکس‌ها استفاده می‌کنه. دوربین تلفوتو با حسگر 10 مگاپیکسلی امکان عکاسی با زوم اپتیکال 3 برابری داره و در نهایت دوربین اولترا واید رو داریم که 12 مگاپیکسلیه. همونطور که انتظار میره گستره دینامیکی توی عکسای دوربین اصلی نسبت به دوربین اولترا واید بالاتره و میتونه جزئیات رو توی نقاط تاریک و روشن با کیفیت خیلی خوبی به ثبت برسونه. وقتی عکسای دوربین اصلی S22 و S22 اولترا رو کنار هم میذاریم خب تو نگاه اول تفاوت فاحشی دیده نمیشه، اما با نگاه عمیق‌تر می‌بینیم که S22 عکس رو کمی صاف‌تر و با جزئیات کمتری گرفته. همین شرایط برای دوربین تلفوتو هم وجود داره. عکسای 3 برابری S22 به صورت جزئی صاف‌تر از اولتران. فعال کردن نایت مود برای عکاسی توی شب تفاوت خوبی توی کیفیت عکس ها ایجاد می‌کنه. خوشبختانه نه نویز عکس ها خیلی زیاد میشه و نه بافت ها بیش از حد سافت میشن. حسگر دوربین سلفی 10 مگاپیکسلیه و با وجود قابلیت HDR خودکار عکسایی که با دوربین سلفی گرفته میشن گستره دینامیکی خیلی خوبی دارن. حتی توی شرایطی که نور خیلی مناسب هم حتی نباشه هم میتونید عکسای سلفی نسبتاً خوبی رو بگیرید. خب به عنوان جمع‌بندی همونطور که اول ویدیو هم گفتم S22 و S22 پلاس رو میشه یکی از کامل‌ترین پرچم‌دارهای اندرویدی به حساب آورد، چون داخل این گوشی همه چیز به اندازه به کار رفته، یعنی خبری از قابلیت عجیب و غریب و پرزرق و برق نیست. شاید S22 پلاس بهترین نباشه اما عملکردش از نظر حالا پردازشی میشه گفت که توی کاربری‌های سنگین تا چند سال آینده هم کم نمیاره. مرسی که تا انتهای این ویدیو با ما بودین. ممنون میشم که اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش بکنید، توی بخش کامنت ها نظرتون رو در مورد S22 پلاس برامون بنویسید و اگه هنوز عضو کانال یوتیوب زومید نشدید سابسکرایب بکنید. دمتون گرم و خدا نگهدار.